درود و وقت به خیر به سرویس خبری این ساعت از هزار ولد با من ریحانه رابه و همکارم لارا رحمانی خوش آمدی در نخست سرخط خبرها روز سوم کنگره شورای جهانی هزاره نتایج انتخابات اعلان شد به رسمی شناسی نسل کشی هزارها در افغانستان درخواست زنان پناهجوی پاکستان طالبان رئیس پیشین علمای کابل را بازداشت کردند. حمایت آمریکا از آغاز حملات زمینی اسرائیل بر جنوب لبنان مارک روته به حیث دبیر کل ناتو آغاز به کار می کند و رسیدن دکتر زاکر نایک به پاکستان مشروع خبرها یک شنبه 29 سپتامبر 2024 کنگره شورای جهانی هزاره سومین و آخرین روز کاری خود را در شهر بروکسل بلژیک برگزار کرد در این جلسه اعضای شورا با هدف برگزاری انتخابات برای تعیین مسئولین شورای اجرایی رئیس معاون اول دوم و منشی و رؤسای کمیته های شورا حضور داشتند در ابتدا و پیرو رایزنی های روز قبل در مجمع عمومی با منظور فرا هم کردن زمینه همبستگی عملی بین همه کتله های قوم بزرگ هزاره در شورای جهانی هزاره به شرح زیل فیصله گردید اکثریت مطلق اعضای حاضر در مجمع عمومی کنگره ششم به شورای اجرایی منتخب صلاحیت دادند تا مسئولین حداقل دو کمیته کمیته مهاجرت و کمیته طرح، پلان و مطالعات استراتژیک را از بین اعضای توانمند و دارای صلاحیت از اقوام اهل سنت و اسماعیلیه بعد از رایزنی و مشورتهای لازم با همه نمایندگان زی و فعالین مدنی آنها و منظور همبستگی بیشتر و تسهیل مشارکت آنان در بخشهای مدیریتی و اجرایی شورای جهانی هزاره برای دوره فعلی شورای اجرایی دوره ششم 2024 تا 2026 انتخاب نمایند. در آغاز کمیته موقت برگزار کننده انتخابات متشکل از چهار عضو از اعضای حاضر شورا در مجمع عمومی کنگره آقایان حسین نظری، ملک شفیعی، یونس شریفی و علی با هنر بر ریاست آقای ملک شفیعی برای برگزاری و نظارت بر انتخابات تعیین شد. این کمیته شرایط کاندیداهای ریاست شورای اجرایی و معاونین و منشی و مسئولین کمیته ها را طبق آیین نامه داخلی شورا اعلام کرد. سپس کاندیدها ضمن معرفی خود برنامه ها و اهدافشان را تشریح کردند و اعضای حاضر رأی خود را به صندوق انداختند. افراد زیر با رأی اعضای حاضر به عنوان مسئولین شورای اجرایی برای دوره ششم انتخاب گردیدند. ریاست شورا انجینیر اکرم گیزابی با اکثریت قاطع آرا انتخاب شد. معاون اول شورا انجینیر رضا توسلی با اکثریت قاطع آرا انتخاب شد. معاون دوم شورا آقای قادر بخش دوست با اکثریت قاطع آرا انتخاب شد. منشی شورا آقای کازم رویش با اکثریت قاطع آرا به این سمت برگزیده شد. برای رؤسای کمیته ها کمیته روابط دکتر محمد و حسین گلستانی کمیته فرهنگی آقای علی رضا مزفری کمیته امور مالی آقای شوکت ولیزاده کمیته امور رسانه آقای علی اومی کمیته حقوق و حقوق بشر آقای رستم احمدی با اکثریت قاطع آرا برگزیده شدند همچنین مجمع عمومی بر شورای اجرایی جدید صلاحیت داد تا برای مسئولیت کمیته زنان و برابری جنسیتی بعد از رایزنی با فعالین حقوق زنان و اعضای توانمند در این زمینه فرد مناسب را برای مسئولیت این کمیته برگزینند بدهی است نظر به شرایط کنونی افغانستان که زنان از تمام حقوق انسانی خود محروم شده اند شورای جهانی ازاره مصمم است نهایت تلاش خود را برای احقاق حقوق بانوان کشور انجام بدهد. شماری از زنان پناهجوی هزاره در پاکستان به مناسبت دومین سالیاد از حمله بر آموزشگاه کاج در دشت برچی کابل از سازمان ملل متحد خواستند که نسل کشی هزاره ها در افغانستان را به رسمیت بشناسند. این پناهجویان روز دوشنبه نوی میزان بیاد بود از قربانیان حمله بر آموزشگاه کاج در پاکستان شم روشن کردند. آنان با تصویب قدنامه خواستند که کشتار هدفمند هزارها در افغانستان باید متوقف شود در قدنامه این پناهجویان آمده است نسل کشی هزارها که اخیرا با عناوین مختلف مخصوصا به نام داعش انجام می شود در حالی که طالبان و داعش دارای مبنای فکری مشترک هستند باید به رسمیت شناخته شود این پناهجویان از نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد خواستار بررسی جدی در مورد نسل کشی هزارها در افغانستان شدند آنان خاطر نشان کردند که در وضعیت فعلی از سوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان از قوم هزاره باجگیری صورت می گیرد و در برخی موارد وادار به کوچ اجباری می شوند. این پناهجویان با اشاره به حمله خونین ماه سنبوله بر موتر حامل باشندگان دایکوندی در کوتل پهلوسنگ ولایت غور آن را مصداق جنایت علیه بشریت دانستند. منابع از بازداشت عبدالقادر قاند رئیس پیشین شورای علمای کابل از سوی طالبان در کابل خبر می دهند. منابع به هزار تایید می که طالبان قاند را روز دوشنبه نوی مزان از مربوطات شهر کابل بازداشت کردند هرچند تا کنون دلیل بازداشت رئیس پیشین شورای علمای کابل مشخص نیست اما او چندین بار از طریق رسانه ها محدودیت های طالبان علیه زنان را نقد کرده بود طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند و دنبال اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر آغاز حملات نیروهای این کشور علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان شورای امنیت ملی آمریکا از این حملات حمایت کرده است فرست پست روز شنبه اول اکتبر به نقل از بیانیه ارتش اسرائیل گزارش داده است که نیروهای این کشور با حمایت حملات هوایی و توبخانهای وارد جنوب لبنان شدند و قرار است عملیات محدودی را در این منطقه انجام دهند با این حال شورای امنیت ملی آمریکا با نشر بیانیه‌ای از این حملات حمایت کرده و گفته است که اسرائیل برای دفاع از خود علیه موازی حزب الله در خاک لبنان حملات زمینی انجام می‌دهند. اساس گزارش رویترز مقامها و دیپلومات های ناتو انتظار دارند که روتا اولویت های استولتنبرگ را در این اعتلاف 32 عضوی حفظ کند و حمایت از اوکراین را افزایش دهد. مقام های این اعتلاف از آقای روتا خواستند تا کشورهای عضو ناتو را به هزینه بیشتر در دفاع ترغیب کند و ایالات متحده را در امنیت اروپا درگیر نگه دارد. گفتنی است آقای روتا که امسال پس از 14 سال از مقام نخست وزیری هالند کنارگیری کرد همیشه حامی اوکراین بوده است دیپلمات ها و تحلیلگران می گویند که یکی از وظایف کلیدی آقای روتا این خواهد بود که اعضای ناتو را ترغیب کند تا نیروها ها و هزینه های اضافی را برای تحقق کامل برنامه های دفاعی جدید تامین کنند ایالات متحده قدرت اصلی ناتو است اما این اطلاف تصمیم های خود را با اجماع می گیرد بنابراین بخش بزرگی از وظیفه دبیر کل برقراری سازش میان متحدان است. و خبر اخیر این که دکتر زاکر نایک مبلغ جنجالی اسلام هندی اصل به پاکستان رسیده و قرار است تا چند روز دیگر در شهرهای اسلام آباد کراچی و لاهور گرد همایی های تبلیغی داشته باشد دکتر نایک از سوی دولت هند متهم به تبلیغ نفرت و خشونت است و تحت تعقیب دهلی نو قرار دارد ممنون از همراهیتان تا بعد خدا نگهدار